اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد ابي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمخلصين في توحيد الله. حضرات امامان عليهم السلام بخاطر ذات نورانیشون که اول نور صادر شده از حق تعالی هست، در توحید و در شناخت پروردگار متعال دارای درجه خلوص و اخلاص است. اخلاص یعنی چه؟ در تعریف اخلاص آقایان مفسرین در ذیل آیه مخلصین له الدین می نویسند الاخلاص التبری عن غیر الله، دور شدن از غیر خدا، این میگن اخلاص. یعنی انسان اگر رسید به درجه ای که در تمام امورش خدا را ببیند، قیامش، قعودش، سکوتش، سخنش، خندش، گریش، همش و همش فقط برای خدا باشه، به چنین آدمی میگن انسانیست دارای اخلاص. ببینیم اخلاص اولا چه ارزشی داره در روایات ما. امیر المؤمنین علیه السلام فرماید الاخلاص اعلى الایمان. ایمان یک نوریه که در دل انسان جا میگیره. این نور دارای مراتبه، ضعیف و قوی داره، شدیدترین و عالیترین درجه نور ایمان در دل انسان اخلاصه. آدم مخلص بالاترین درجات ایمان را پیدا کرده، لذا مولا می فرماید الاخلاص اعلى الایمان، یعنی در اوج قله ایمان اخلاص. در جای دیگری مولا می فرماید الاخلاص ملاک العباده،
ملاک و میزان عبادت چیه؟ میزانش اخلاصه. به هر درجه‌ای که انسان در عبادتش خلوص داشته باشه و غیر خدا را در عباداتش کنار گذاشته باشه، به همون میزان عملش میشه عبادت. یعنی به عمل، قبل از نگاه کردن به عمل نگاه میکنن به نیت عمل. لذا روایات میفرماید نیت العمل اشد من العمل. کار یه مسئله است، عملی که انسان انجام میده یه مسئله است، اینکه به چه نیتی، به چه انگیزه‌ای، به چه هدفی اون عمل را انجام میدهد او یک مسئله دیگه. لذا میفرماید نیت العمل اشد من العمل. اینکه انسان بتونه خودش را حفظ کنه و غیر خدا را توجه بهش نداشته باشه و همه توجهش به خدای متعال باشد، اینه میگن اخلاص. ملاک العباده الاخلاص. اصلا قبولی اعمال شرطش اخلاصه. نگاه نمی کنن چقدر انسان عمل کرده، بلکه نگاه میکنن ببینن این عمل آیا خدا پسندانه هست یا نه. عملی را که انسان انجام داده آیا این عمل برای خدا بوده یا عمل برای غیر خدا بوده. روایتش را ملاحظه کنید. مولای متقین آقا امیر المومنین علیه السلام میفرماید لیست الصلات قیامک و قعودک. نماز این نیست که آدم دلا و راست بشه. نماز این نیست که فقط بیسته و بشینه و یک سری الفاظی رو به زبانش جاری کنه. پس نماز چیه؟ نمازی که اینقدر مهمه، عمود الدین، معراج المؤمن، نمازی که قربان و کل تقی، نمازی که اول ما یسأل عنه یوم القیامه الصلات، یا در قبر از نماز میپرسن این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. نماز چیه؟ مولا امیر المومنین علیه السلام میفرماید لیست الصلاة قیامک و قعودک، انما الصلاة اخلاصک، و مقدار توجهی که تو به خدا داری، به میزان توجه انسان به خداوند به همون میزان نمازش نماز است. و ان ترید بها الله، اینکه با نمازت خدا رو بخوای. بنابراین فقهای ما می نویسن اگر کسی نماز بخونه به نیت اینکه عمرش طولانی بشه، نمازش قبول نیست. نماز بخونه برای اینکه سیمای نماز خونها رو پیدا کنه، نمازش قبول نیست. نماز بخونه برای اینکه سعه روزیش بیشتر بشه، نماز قبول نیست. نماز اون وقتی نماز است که انسان خدا را بخواد برای رضای پروردگار متعال عمل را انجام بده. پس برابر این شرط قبولی اعمال فقط اخلاصه. اگر من اخلاص در عملم داشته باشم اون عمل من پذیرفته خداست و الا قبول نمیشه. عمل ناخالص یعنی عمل ناپاک،
عمل ناپاک به درد خدا نمیخوره. خدا پاکه، خدای پاک، خدای بی عیب، خدای بی نقص، از ما عمل پاک میخواد. عمل پاک یعنی ترید و بها وجه الله، عملی که انسان فقط نظرش خدا باشه. مطلب دیگری که در بحث اخلاص هست این است که ببینیم اصلاً به چه کسی میگن مخلص. حواریون کسانی که دوروبر حضرت عیسی بودند، اینا خدمت حضرت عیسی علیه السلام میپرسن یا روح الله من المخلص، آدم با اخلاص کیه که باید دینش خالص باشه تا خدای متعال او را بپذیره؟ حضرت عیسی علیه السلام که از جمله انبیاء اولی العزم می‌فرماید المخلص من عمل عملا لله لا يحب ان يحمد عليه، کاری برای خدا انجام بده دوست ندارد کسی ازش تعریف کنه، دوست ندارد کسی ازش تمجید کنه. اگر من توقع نداشته باشم از غیر خدا از من تعریف و تمجید بکنه، این عملم میشه خالص. بنابراین عمل انسان خالص اون عملیه که فقط برای خدا انجام بده، مقصدی و منظور دیگری نداشته باشه. خب اخلاص معلوم میشه یک حالت باطنیه، یک حالت درونیه. نشونش چیه آدم مخلص؟ من از کجا بفهمم خودم مخلص هستم؟ از کجا بفهمم دیگری انسانی است با اخلاص؟ وجود منور و مقدس خاتم الانبیاء آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای انسان با اخلاص چند تا نشونه، چند تا علامت ذکر میکنن. میفرماین المخلص یسلم قلبه، قلبش با خداست، قلبش تسلیم خداست، در برابر گفته های خدا و امر و نهی خدا چون چرایی نداره. خدا هر چی بهش گفت در برابر خدا قلبش تسلیمه، میگه سمعا و طاعتا. امام صادق علیه السلام یه وقتی به یکی از شیعه ها فرمودن شیعه ما اون کسیه که اگر سیب سرخی را بهش بگیم دو نیمش کن و قسمت طرف راست این سیب را بخور و قسمت چپ را نخور، با اینکه هیچ تفاوتی بینشون نیست، شیعه ما اون کسیه که همون قسمت راست را میخورد و چرا نمیگه. یعنی نمیپرسه آقا یا امام صادق چرا گفتید طرف راست بخوریم و طرف چپ را نخوریم؟ شیعه چون چرا نداره در برابر فرمان مولایش. ان یسلم قلبه، قلبش سالم و تسلیم خدای تبارک و تعالی باشه. ثانیاً تسلم جوارحه، اعضا و جوارح او هم در اختیار خداست، زبونش مال خداست، این چشش مال خداست، این گوشش مال خداست، دست و پایش مال خداست. اگر کسی به این درجه رسید، این یکی از علائم و نشانه های انسان با اخلاص را
پیدا کرده. ثالثاً سوم می‌فرماید و بدل خیره، آدم مخلص اون کسی که چون خدا بهش خیری رسونده باشه، چون خدا بهش احسانی کرده باشه، این خیر و احسانش را بذل کنه، یعنی در اختیار دیگران بگذاره، دیگران از خیرش استفاده کنن. که در قرآن کریم در بعض از آیات خیر به مال و ثروت تفسیر شده، یعنی آدم مخلص وقتی خدا بهش ثروت داد، دیگران از این ثروت یک حظی و یک نصیبی داشته باشند، خیرش به کسی برسه، اینه میگن آدم مخلص. چهارم میفرماید و کف شره، شر رو بدی و ناراحتی خودش رو حفظ کنه، به کسی ناراحتی نداشته باشه، به کسی آزار نرسونه، وجودش مایه اذیت و آزار کسی نباشه. بی همچین آدم میگن انسان با اخلاص. حالا اگر واقعا خدای متعال کسی را موفق کرد که به این درجه از ایمان برسه که عالی ترین درجه ایمانه و واقعا مخلص شد، این اخلاص چه ثمراتی داره، چه آثار خوبی در زندگی دنیایی و بعدش در آخرت برای او میتونه وجود داشته باشه. اولا میفرماید اخلاص سبب علم و حکمت و دانشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. اگر کسی زحمت بکشه، البته کار آسونی نیست، سخنرانی کردن درباره اخلاص خیلی راحت و آسونه، شنیدنش هم راحت تره، ولی عمل کردن بهش خیلی سخت و دشواره، ولی برکاتش هم خیلی زیاده. پیغمبر خدا می‌فرماید اگر کسی 40 روز، این عدد 40 و عدد 40 یک موقعیت خاصی داره در قرآن و در روایات، یه وقتی باید یک جلسه مفصلی درباره عدد 40 و عدد 40 بحث بکنیم. ختم زیارت عاشورا مثلا 40 روز، بچه در رحم مراحلی را که طی میکنه، مزغه، علقه، مراحلی که دارد، هر کدوم 40 روز 40 روزه. یه وقتی باید درباره اش صحبت کرد که چرا خدای متعال به این عدد 40 و عدد 40 نظر داره. خلاصه میفرماید کسی که بتواند 40 شبانه روز عملش برای خدا باشه، سعی کنه غیر خدا را مد نظر نگیره، خدا را راضی کنه، اثرش اینه خدای متعال چشمه های حکمت، همونی که داد به لقمان، ولقد آتینا لقمان الحکمه. لقمان پیغمبر نبود، امام نبود، ولی حکیم بود، خدا بهش حکمت داده بود، اینقدر حکیم بود که سخنان حکمت آمیزش را خدا در قرآن ذکر کرده، یک سوره کاملی در قرآن به نام جناب لقمان. میفرماید چشمه های علم و دانش را
از قلب بر زبانش خدای متعال می گشاید. یعنی روز 41 این شخص میشد حکیم، کلماتش عین کلمات خداست، کلماتش عین کلمات اولیاء خداست. درس نخونده میشد ملا. میشد آدم درس نخونه ملا باشه؟ بله، خدا بخواد با شرایطش میشه. درس نخونده حکیمه. زمان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یه ملا محمد کاظمی بود، دهاتی روستایی. آقا حتی یه روز درس نخونده بود، یک ساعت هم درس قرآن نخونده بود. تمام این قرآن را حفظ کرده بود، تو سینه‌اش بود، بدون اینکه درس حفظ قرآن رفته باشه. حافظ کل قرآن بود. می آوردنش نزد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. آقای بروجردی امتحانش کردن، از هر جای قرآن براش خوندن، او ادامهش میخوند. گاهی اوقات یک صفحه کاغذ که نوشته های عربی بود، اینه در اختیارش میذاشتن، میگفتن بگو ببینم قرآنش کجاست. تو این یک صفحه که تمامش عربی بود، هر جایی که قرآن بود روش انگشت میگذاشت، میگفت قرآن اینجاست. این چه کاره بود؟ یک نفر روستایی بود، شغلش هم کشاورزی بود. این یاد گرفته بود از بچگی، از نوجوانی یاد گرفته بود کارش برای خدا باشه. موقعی که محصولش گندم بود، محصول را وقتی درو می کرد، اول سهم فقرا را جدا می کرد، اول سهم فقرا را به اهلش می رسوند، بعد نیمت در باغ دیگه مصرف می کرد. یه روز که سهم فقرا را جمع کرده بود، داشت میرفت سهم فقرا را برسوند به فقیران روستای خودش. در بین راه رسید به امامزادهی که در روستاشون بود. خسته شده بود، خواست استراحت کنه. رو سکوی امامزاده، در به امامزاده نشست. احساس کرد انگار میل به زیارت داره. وارد امامزاده میشه، میبیند یه آقایی دارد قرآن میخونه، دارد سوره مبارکه یاسین میخونه. اینم ایستاد جفت اون آقا، شروع کرد به دنباله اون آقا سوره یاسین بخونه. و از اون لحظه متوجه شد انگار همه قرآن تو این قلبش نقش بسته. علما و دانشمندان اون زمان اون آیاتی که مورد اختلاف بود قرائت اونها، مثلا یک آیه‌ای سنی‌ها اینجور می‌خونن، شیعه‌ها اینجور می‌خونن، ازش می‌پرسیدن. او همون جوری که روایت صحیح می‌فرمود، امام علیه السلام یا پیغمبر می‌فرمود که آیه باید اینجور خونده بشه، اون همون سبک می‌خوند. این چیه؟ این اثر عمل خالصانه است. من اخلص عمله لله 40 صباحا جرى الله ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. و امامان من شما مخلص بودند، مخلصین له الدین بودند، والمخلصین فی توحید الله بودن. امیدوارم از برکت نام مقدس ائمه هدی علیهم السلام انشاءالله خدای متعال حال توجه و حال اخلاص را به همه ما مرحمت بفرماید. صلی الله علیک یا مولای
يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. دختر 3 ساله امام حسین وارد گودال قتلگاه شد، نگاه کردید عمه زینب کنار یک بدن برهنه، یک بدن بیسر پاره پاره شده نشسته، با این بدن داره درد دل میکنه. درد دلش مخصوصه به اب المهموم حتی مضا، به اب العطشان حتی قضا. هرچی گوشت داد این دختر 3 ساله به درد دل عمه، چیزی متوجه نشد. به اون بدن عریان بی سر نگاه کرد، بدن را نشناخت. بدن یا از سر شناخته می شود یا از لباس. کاری کرده بودن که دختر امام حسین بدن بابا را نشناسه، لذا سؤال میکنه عمتی هادا نعش من، عمه جان شما با چه کسی داری درد و دل میکنی؟ این نعش، این بدن بی سر مال کیه؟ فرمود عزیز دلم حق داری، بدن بابایت حسین را نشناسی. هادا نعش ابیک الحسین. همین که این دختر مهربان دانست این بدن بدن باباست، از خود بی خود شد، خودش را بر جنازه بابا قرار داد، شروع کرد با این بدن درد و دل کند. ابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریدک، انظر الی رؤوسنا المکشوفه و الى عمتی المظلومه. داشت با این بدن درد و دل می کرد، به جایی که بیان محبت کنن، یتیم نوازی کنن، نوشتن فاجتمعت عدتون من الاعراب، یک مش سنگ دل جمع شدن، او را با تازیانه صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما. نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدایا عواقب ما را ختم بخير بگردان، فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، با فرج امام زمان دل شیعه را شاد بگردان، بیماران همه ما را شفای کامل عاجل مرحمت بفرما، جوانهای ما را در پناه امام زمان حفظ بگردان، اسباب زندگی همه جوانهای ما را فراهم بگردان، برای بدهکارها و بیخانه ها وسیله خیر فراهم بگردان، گذشتگان ما را پدران مادران علما صلحا شهدا خدمه سید الشهدا علیه السلام، همه اونها را غریق رحمت بفرما، ثواب از این توسل به ارواحشون عاید و واصل بگردان، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.